نزدیک به دوازده سال است که کشور و ملت سوریه درگیر جنگ و نزاع داخلی هستند. وقوع این جنگ داخلی در سوریه علتهای مختلفی داشته که در اینجا موضوع بحث ما نیست. آنچه که برای ما اهمیت دارد و مورد توجه است پیامدهای این جنگ داخلی است. پیامدهایی که فقر و گرسنگی یکی از اصلی ترین نمودهای آن است که بحرانی انسانی و فاجعه بشری را در این کشور اسلامی و عربی رقم زده است. همکارم علی اکبری گزارش می دهد. برنامه جهانی غذا در گزارشی نسبت به در خطر بودن جان میلیون ها سوری به دلیل کمبود و قهدی غذا هشدار داد. برنامه جهانی غذا وابسته به سازمان ملل اعلام کرد که گرسنگی در سوریه در سطح بی سابقه است و پس از دوازده سال درگیری در کشوری که با بحران اقتصادی روبروست به بالاترین سطح خود رسیده و دوازده میلیون نفر نمیدانند وعده غذایی بعدی آنها از کجا فراهم خواهد شد. این برنامه در بیانیه ای گزارش داد که دو ممیز نه میلیون سوری در معرض خطر گرسنگی هستند و این بدان معناست که هفتاد درصد ملت سوریه ممکن است به زودی نتوانند غذای خانواده خود را تأمین کنند در این گزارش آمده سوریه امروز از نظر ناامنی غذایی ششمین رتبه را در جهان دارد برنامه جهانی غذا همچنین نسبت به افزایش بی سابقه میزان سوء تغذیه کودکان و مادران آنها حتی در طول بیش از یک دهه جنگ هشدار داد. دیوید بیزلی مدیر اجرایی برنامه جهانی غذا در جریان سفرش به دمشق گفت اگر با این بحران انسانی در سوریه مقابله نکنیم اوزا به شکل غیر قابل تصوری بدتر خواهد شد. وی همچنین هشدار داد این اتفاق ممکن است به موج جدیدی از آوارگی مانند آنچه در سال 2015 سراسر اروپا را در گرفت منجر شود آیا این چیزی است که جامعه بین المللی می خواهد؟ علی اکبری اخبار شیعه